هنوز ویروس گرانی و کرونا جان میگیرد. حاکمان دیوانه‌وار غارت می‌کنند و دانش آموزان در چنگال تبعیض می‌سوزند. منطقه‌ای که ما الان هستیم منطقه آهوران از توابع شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان هست. به جرأت میشه گفت معنای واقعی کلمه محرومیت و مظلومیت رو میشه اینجا تعریف کرد. یک رسانه حکومتی در مطلبی با عنوان 141,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل نوشت طبق آمارهایی که تاکنون به دست آمده حدود 400,000 دانش آموز در سطح استان گوشی هوشمند ندارند. چرا روستاها رو داریم بهشون نمیرسیم که اینترنت نداشته باشه، بچه برای درس بره قله کوه نشسته داره با لپتاپش اینجوری برنامه‌اش میره درس بخونه با عذاب بکشه. یک رسانه حکومتی ضمن اشاره به آمار از تحصیل ماندگان در نظام تبعیض نوشت آمارها بسیار هولناک است. آنچنان که برخی مقامات میگویند 5,300,000 دانش آموز در سال تحصیلی جاری به شبکه مجازی وصل نشده و از تحصیل جا ماندند. اینجا درس میخونیم چون اینترنتمون ایه، نمیتونیم تو خونه بخونیم، مجبوریم تو هر سرمایه گرمای بیایم اینجا تا 3 کیلومتر پیاده از روستامون تا اینجا میایم دیگه. واقعا هم تو این هوا خیلی سخته برامون، مجبوریم تحمل کنیم. تبعیضا مردم عصبانی میکنه. ثانیاً خود شما لاکچری زندگی میکنی، به من میگی سبک زندگی سالم زندگی کنم، نمیتونم بخرم احسن. من نمیتونم. شما مدیر کشور رفتی بالا شهر نشستید، ما رو از خودتون جدا کردید، ماشینای لاکچری سوار میشید. وزیر امور خارجه دانمارک تو اتوبوس نشسته داره میره سر کار و داره با لپتاپش کار میکنه، بعد مسئول ما رو بعد 12 تا محافظ و با ماشین فلان و بسال الا و این لاکچری بازی ها مردم رو ناراحت میکنه. سبک زندگی مختل شده. عدالت علوی نخواستیم، عدالت دانمارکی به ما بدید. نظام غارت و تبعیض در دستان همین دانش آموزان و محرومان فرو میریزد. عدالت علوی با نابودی ولایت یزیدی خامنهای محقق میشود.